درود رفقای ناب و دوست داشتنی، ایسوس تاف گیمینگ. محسود اینجاست و این چنل بی پروه. قطعاً ویژگی منحصر به فردی داشته که تصمیم گرفتم یکم قاعده بازی رو تغییر بدم و ایسوس آنباکس کنم. پس اول بریم سراغ آنباکسش. احتمال میدم که یک عالمه جعبه یه دونه جعبه باشه و دقیقا همینطور هم هست. یه سری کارتون اینجاست که اصلا فقط هولدر یه سری داستان دیگه است. یه دونه کیف به نظر میاد که خیلی خفن باشه. پس اول جعبه رو میفرستم کنار و در این کیفه رو باز می‌کنه. یه جورایی هم کیفه هم کوله. البته اون چیزی که من دارم تو نگاه می‌کنم و خیلی گیمینگ. خیلی ارزنده. برندینگ تاف گیمینگ رو روی کوله می‌بینید و اینجا خیلی جاهای باحالی داره. قطعاً واسه اندازه و سایز کوله‌ای که می‌خوام واسهتون آنباکس کنم طراحی شده. این قسمت بالای کولهش منو یاد کوله کوه هم میندازه که بالاش این شکلیه، تقریبا این شکلیه و خیلی جذابه. یه بند کوله تور داره. این پشت هم یه دونه زیپ داره سه جای تبلت و اینطور داستان. احتمالا اگر اشتباه نکنم شاید دقیقا جای خوده باشه و از این طور داستان. بذار ببینم. نه مثلا دوتاش به یه جا دسترسی داره و اینجا هم جای کولشه. خیلی بچه ها فکر نمی کنم ایمن باشه. این حس رو به هم القا میکنه که خیلی ایمن نیستش. خب جلوش هم که مشخصه، یه سری جای اکسسوری و این طور داستان ها داره و خیلی سریع از کولش که یه ایده قفل باحالم داره بگذاریم، بندازیمش کنار، بریم سراغ جعبه بعدی که خود لپتاپ داخلش هست. بذارش اینجا. جعبهش خیلی طراحی خوبی داره، یکم متفاوت تر از جعبه لپتاپ هایی که تا حالا من تجربه باز کردنشون رو داشتم. نمیدونم اصلا درش رو درست باز کردم یا نه، که قطعا نه، این باید از اون طرف باز میکردم. خب اشکالی نداره، میچرخونمش. یعنی وقتی که شما درش رو باز میکنید لپتاپ رو اینجوری میبینید، این شکلی و خیلی جالبه. خب این از لپتاپ. من تجربه‌ای که توی باز کردن این جعبه دارم با شما به اشتراک میذارم، امیدوارم که واسهتون جذاب باشه. در جعبه از این در باز میشه و هنوزم نمیتونم بفهمم که دقیقا در جعبه چجوری باز میشه، ولی خیلی باحاله اینجوری. هنوز درگیرشم اینجوری و بعد لپتاپتون اینجا. خب لپتاپ گذاشتیم کنار. یه جعبه یه خیلی جذاب اینجاست که من احتمال میدم موس باشه. که هست یه موس سیمی و احتمالاً کاستوم شده برای گیمینگ، که اگر تاف گیمینگ خریدید بچه ها موسش اینه. خیلی خوبه، خیلی خوب و خواستنی. یه موس با سیم مدل M5 تاف گیمینگ. خب موسم بزرگ همش بری کنار. این یه سری کاتالوگ اینجاست به زبانهای مختلف با برندینگ تاف که اینا هم در کنار. و در نهایت آها اینجا کاور رو داریم که خیلی پاور جوری فشنگی معمولی هستش
و یه دونه آداپتر 180 وات. یعنی با 180 وات این همه جواب میده. خیلی خوب. قسمت‌های مختلفش هم دیگه فقط یه دونه پاور کورد، یعنی کابل برقه که میخوره به این آداپتر. این هم میره کنار، این جعبه هم میره کنار دیگه، باش کاری نداره. و همه متعلقات جعبه میشن همین سه قلم، حالا با موسش بگیم چهار قلم. خب پاور رو میذارم کنار، بریم سراغ دیتیل تاف. به مراتب از لنوو لژیون 5 پرو سبک‌تره. اول از همه تست توزیع وزن، تست توزیع وزن رو پاس میکنه، چون وقتی که در رو باز میکنم خود لپتاپ باهاش بلند نمیشه. البته گیمینگه، ریه رنگ بلک مات فوق العاده عالی، یعنی نمیتونم بهتون بگم بچه چقدر خوبه. زاویه‌ای که LCD ماکسیموم زاویه‌ای که LCD میخوابه همینجاست، همونطوری که میبینید دکمه پاور وجود داره و کیبوردش بکلایت داره. شکل و قیافه کلیدها که به صورت جزیره‌ای هست از نظر من خیلی قشنگ‌تر از لژیون هستش. این از این. کسایی که در واقع تیمی که تاف رو توسعه داده و روش کار کرده قواعد بازی رو خیلی خوب میدونسته و تو حدودی قواعد بازی رو خیلی خوب عوض کرده. تفاوتی که روی تاف شما دارید با قیمتی که میتونید باش لژیون 5 بخرید نسل 11، ولی با پولی که بابتش میدید میتونید ایسوس تاف گیمینگ نسل 12 بخرید، یعنی سی پی یو کورال 7 نسل 12 و گرافیک انویدیا جی فورس 3050 روی این لپتاپ هستش و اینکه سی پی یوش نسل 12 هستش. خیلی واسه من جذابیت داره رم های DDR5. بچه ها همونطوری که میدونید ما یه چیزی حدود 10 سال رم های DDR4 رو داشتیم از باز 1333 تا 3200، ولی اگر تاف بخرید دیگه خبری از DDR4 برای رم هاتون نیستش و میتونید سرعت DDR5 رو تجربه بکنید. قطعه به یقین به خاطر نسل 12 بودن CPU و DDR5 بودن رم میتونم بگم که سرعتش و پرفورمنسش بهتر از لژیون 5 پرو هستش. هرچند که میدونید بچه ها من طرفدار پراپا قرص و یه جورایی غیرمنطقی لژیون هستم، ولی چیزی که اینجا میبینم خیلی متفاوت تر و سرتر، اصلا نمیشه این دوتا رو با هم دیگه مقایسه کرد. بریم سراغ پورت های لپتاپ تا بعد برسیم به رزولوشن LCD. همونطوری که میبینید مثل لژیون این پشت هیچ خبری از هیچ پورتی نیست. وزنش کاملا توی دستم سبکتره. پورت ها منتقل شدن به یک طرف، اکثرشون یک طرف هستن و همونطوری که میبینید بعد از پورت AC یعنی پاور شما سریع بعدش پورت شبکه رو دارید، HDMI رو دارید، دو تا پورت تایپ سی که یکیش تاندربولت 4 هستش رو دارید که میتونید بهش در واقع مانیتور 4K وصل بکنید و یه دونه پورت دم دستی USB-A وسطون گذاشته و حالا یه دونه پورت اینتگریتد آدیو که هم میکروفون و هم اسپیکر رو ساپورت میکنه و این طرف هم یه دونه وسطون پورت USB-C2 گذاشته که فوق العاده است. اما بریم سراغ صفحه نمایش 1080. ایسوس روی تاف گیمینگ از یه صفحه نمایش 1080 استفاده کرده. خب من فکر میکنم کسایی که تاف رو طراحی میکردن به این نتیجه رسیدن که خب کسی که حرفه‌ای داره گیمینگ انجام میده
از مانیتور لپتاپ استفاده نمیکنه، میره سراغ یه دونه مانیتور مثلا اکسترنال، همون کاری که من واسه کارهای مثلا ادیت ویدیو اینا انجام میدم. مانیتوری که روی لژیون 5 پرو هستش 2K هستش، ولی روی تاف گیمینگ مانیتور ضعیف تره، ولی خب خیلی مدیریت شده تره. یه دونه مانیتور 1080x144 هرتزیه. از ویژگی های خیلی خوبی که ایسوس تاف گیمینگ به واسطه سی پیو نسل 12ی و مادربورد فوق العاده قوی خودش داره اینه که مثلا به عنوان مثال اینجا گفته که یه دونه در واقع مانیتور IPS پنل فست داره که 144 هرتزی هستش و سیستم ادپتیو سینک داره با حالا مانیتورهای دیگه که شما استفاده میکنید. یه دونه ویژگی DGPU IGPU داره که سویچ میکنه برای گیمینگ و کارهای در واقع سبکتر که سیستم برق کنترل میکنه. از یکی از ویژگی های خیلی باحالی که من ازش خیلی لذت بردم روی لپتاپ اینه که روی پورت در واقع تایپ سی تاندربولت 4 خودش قابلیتی داره که بتونید شارژش بکنید با شارژر 100 واتی. اینم از این. روی این لپتاپ به خاطر گیمینگ از میکروفون های قوی استفاده شده به صورت بیلتین. حالا اگر گیمری هستش که فعلا توانایی خرید میکروفون داره، میکروفون هایی که روی تاف گیمینگ هستن میکروفون های مطلوبی هستن، چون ویژگی تو وی نویز کنسلریشن دارن، یعنی هم از طرفی که صدا رو میشنوی و هم در واقع اینپوت میکروفون شما کمترین نویز رو تجربه میکنید. خب گفتم رم هاش DDR5 هستن، اما چه باسی؟ باس 4800 مگاهرتزی. خب بله است، چیزی که تا قبل از این حتی خود من هم تجربه نکردم، بی نظیره. و یه چیز خیلی خفن، یه چیز خیلی 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 خفن، اینجا نوشته 84 تا تیغه AC فلو فن روی 4 تا فن، یعنی روی تاف گیمینگ 4 تا فن وجود داره، یه گیمینگ فوق العاده. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. بچه ها من فقط خواستم تجربه یا آنباکس خودم از این لپتاپ رو با شما به اشتراک بذارم، چه یکم موقع ضبط ویدیو و آنباکس گیت زدم، ولی خب من هم تجربه نکرده بودم که یه تاف رو آنباکس بکنم، گفتم که فقط با شما به اشتراک بذارم و دمتون گرم که ویدیو رو تماشا میکنید. تا ویدیوی بعدی، بدرود.